سلام، شبتون بخیر. خوش اومدین به کانال خودتون. عزیزان، امشب طبق قولی که بهتون دادیم میخوام داستان زندگیم و اتفاقات وحشتناک و تسخیر شدنم در سن 7 سالگی رو براتون شعر بدم. عزیزان، حتما این داستان رو تا آخر گوش بدین. این داستان 100% واقعی و حتی در مستندهای بعدی با مدرک بهتون اثبات میکنم. پس حتما تا آخر ویدیو همراه ما باشید و سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید و طبق الگوریتم جدید یوتیوب حتما چند کلمه انگلیسی تایپ کنید تا سابسکرایب شما نپره. بدون معطلی بریم سراغ داستان ترسناک و واقعی خودم. اتفاقات و داستان از جایی شروع میشه که مادرم در بیمارستان باهنر کرمان پرستار بوده و مسئول تمیز کردن یا جابجایی اجساد یا انسانهای فوت شده به سردخونه بیمارستان رو داشته و طبق صحبتهای مادرم این داستان رو تعریف میکنم تا زمانی که خودم وارد داستان بشم. عزیزان، در زمان مجردی مادرم در بیمارستان باهنر مسئول اتاق عمل بوده. شب ساعت 3 که شیفت خود تعویل گرفته بوده و اتاق عمل رو تمیز میکنه، کل اتاق عمل رو خون گرفته و یک دختر جوان 17 ساله شب فوت میکنه. مادرم به سمت جسد میره و جسد رو میخواد به فریزر انتقال بده. وقتی نزدیک جسد میشه، یک دست روی کمر مادرم گذاشته میشه و مادرم کل بدنش یخ میزنه و میگه کلن انگار یک انسان بوده. و وقتی مادرم بر میگرده میبینه کسی نیست و اتفاقات از همین الان دیگه شروع میشه. و اتاق عمل رو تمیز میکنه و مورد رو به سردخونه انتقال میده و فردا صبح شیفت رو تحویل میده و میاد بخونه که در خواب میبینه یک خانوم بهش میگه دکترها مرا کشتن. و این جوری که عزیزان اطلاع دادن، دکترها بحثی با هم میگیرن که موجب میشه که یک رگ و اشتباهی بچینن یا رگ و اشتباهی میزنن و این خانوم که تازه بچه دار شده میمیره و بچه این خانوم نمیدونم چه اتفاقی میفته، اونم میمیره. و این خانوم شب میاد در خواب مادرم و به مادرم میگه لطفاً به مادر من بگو که چه اتفاقی برام افتاده و بهش بگو دکتر فلانی منو کشته. و مادرم میاد دوباره شیفت تحویل میگیره و میره بیمارستان، میبینه یک زن در اتاق عمل داره گریه میکنه و خودشو میزنه و مادرم اصلا توجهی نمیکنه، فقط از پرستار میپرسه چه اتفاقی افتاده. پرستار میگه این همون مادریه که دیروز دخترشو فلان دکتر کشت. و حتی خود پرستارا هم خبر داشتن که دکتر این خانومو کشته. به خاطر دوتا دکتر سر خانوم با هم بحث میکنن، این میگه اینجا رو عمل کن اونجا، که متاسفانه باعث میشه این خانوم بمیره. و مادرم میگه من کلن بهشون توجه نکردم و باز شیفتم و دادم رفتم به خونه استراحت کنم. باز این دختر به خواب مادرم میاد و به مادرم میگه لطفاً خواهش میکنم به مادر من بگید، چون خیلی داره خودشو عذاب میده و به خودش ضربه میزنه. و مادرم میگه وقتی از اتاق اومد خارج بشه، کنار تلفن مخابرات، اون زمان خود تلفن نبود، تلفن مخابرات یک گچی، میگه وقتی میرفت این فیلو خوابوند و رفت. میگه من همینجور از تو خواب پریدم و بیدار شدم، نگاه کردم به تلفن، دیدم
فیل خوابیده، درست همون جایی که این زن فیلو خوابونده بود. و میاد میبینه یک سوزن با یک پروانه بزرگ، پروانه خوش شده، کنار تلفن برای مادرم گذاشته. و مادرم میاد باز شیفت و تحویل میگیره و اصلا حواسش به این نیست، فکر میکنه خوابه، حتی با اینکه نشونه هایی بهش دادن. و میاد شیفت و تحویل میگیره و این مادر میاد باز سر و صدا میکنه، میگه دختر ما حداقل به ام بدید خاک کنم. اینا میخواستن طولش بدن، نمیدونم چجور بشه، کالبد چه کافی نره یه جوری نشه که این خانوم نفهمه، مادرش نفهمه این اتفاق براش افتاده. و چند روزی میگذره، مادر من چیزی بهش نمیگه و این هر شب این خانوم میاد و یک نشونه میذاره، هر شب میاد یه چیزی رو تکون میده و اعلام میکنه که من واقعی هستم، لطفاً کمک کن. و میگذره حدوداً 7 روز 8 روز میگذره که مادرم باز میره شیفت و تحویل میگیره و پرستاران میگن دکتر این بلا رو به سرش آورده و الان این خیالش نیست، امروزم دوباره یک نفر رو کشته، دوباره یک زن جوان در موقع زایمان دوباره کشته، نمیدونم چه کار میکرده. فقط تعریفا رو دارم به شما انتقال میدم. و بعد مادرم عصبانی میشه و میره یک کیوسک جلوی بیمارستان بوده و شماره رو از تو پرونده در میاره، به این خانوم میگه اصلا شما کارتون نباشه، من کیم؟ و بالای سر کیوسک یه نامه های میذارم برات، اینا رو بردار و برو شکایت کن حق و حقوق تو بگیر. و قشنگم راهنماییش میکنه و میاد بخونه. شب خواب میبینه مادرم که این خانوم خوشحال داره در یک جای سبز میره و یک وسیله کوچیک که اسمشو نمیخوام بیارم برای مادرم در اینجا قرار میده. اتفاقات ماورایی از اینجا دیگه شروع میشن. و مادرم هر روز شیفت و تحویل میگرفته، شبا اتاق عمل رو تمیز میکرده، میگه هر شب اتفاقات عجیب بیشتر میشدن. یه شب میدیدم دختر پر خون داره دنبالم میاد، یه شب میبینه یک خانوم یک پیرمرد دارن به طرفش میان، گریه میکنن، زاری میکنن، اون میخنده، میان با مادرم صحبت کنن چون یک راه ارتباط باز شده بینشون و میخوان فقط یک جوری کمک بگیرن. که همون زمان بوده پدر بزرگ من سکته میکنه و میاد بیمارستان و پدرم و مادرم رو با هم میبینن و همونجا با هم آشنا میشن و ازدواج میکنن و مادرم اتفاقات رو میاد برای پدرم توضیح میده. ازدواج کردن و مادرم حامله بوده سر من، چون من فرزند اول هستم و سر من حامله بوده. میاد قشنگ داستان رو برای پدرم تعریف میکنه، یه اتفاق افتاده که متاسفانه بابام دیگه اجازه کار کردن مادرم رو در این بیمارستان نمیده و مادرم کلن میاد بخونه و میاد بخونه. بچه ها اینقدر وضعیت مالی یه ما بد بود، این رب داره به همین ماورا، میخوام قشنگ براتون باز کنم، شاید چند پارت بشه ولی داستان خیلی عالیه. و بچه ها اینقدر اوضاع مالی ما بد بوده، خب پدرم تو شرکت لاستیک کار میکرد و مادرم دیگه اومده بود بخونه و هر دفعه بابام تو شرکت لاستیک یه اتفاقی میافتاده، حقوقش کم میکردن و یک جوری کلن زندگی ما قلف میشه. شاید باعث که مادرم از اینجا رفت و یه اتفاق افتاد، کلن زندگی ما قلف میشه. و قشنگ بچه ها یادمه من به دنیا اومدم، حدودا 7 سال داشتم و برادر دومی من به دنیا اومده بود و اینقدر وضعیت مالی ما بد بود، کفش های دامادی قدیم و بابام میرفت بیرون میپوشید، میومد به خونه مادرم میپوشید و میرفت بیرون و یک استکان داشتیم با یه ناملکی لب پریده، تو این چای میخورد بعدش اون چای میخورد. خیلی اوضاع زندگیمون خراب بود. و قدیما می ماشین بود استیشن، پیکان استیشن، شاید همه شما بدونید چیه و عکسش هم میذارم. مادرم روی این کار میکرد، نفت جا به جا میکرد
بشکه های نفت، هنوز شهر ما گازکشی نشده بود و ما اومدیم تی یک خونه ای که یک پیرزن یک پیرمرد اونجا مرده بودن و خیلی هم آدم های خوبی بودن و کنار یک مسجد به اسم مسجد الرسول، یعنی قشنگ دیوار به دیوار مسجد و مسجد متروکه، اینجا بودیم و مادرم به خاطر شرایط زندگیمون نفت جابجا میکرد، تنها بشکه های نفت رو بار میزد و با استیشن میرسون در خونه طرف و پیاده میکرد. و قشنگ یادمه یک روز پدرم سرکار بود، یک روز بیکار. روزای پدرم سرکار بود مادرم کار میکرد و روزای بیکار بود پدرم میرفت در باتری سازی. و عزیزان همین جور بود که برادر دومم به دنیا آمده بود و شبها در یک خونه خیلی قدیمی و درخت پر از درخت انجیر، درخت انار، یک باغ بزرگ که اصلا یعنی شب راه رفتن توی باغ وحشتناک. قشنگ یادمه مادرم کار میکرد و صبح میرفت سر کار و یک جورایی مثلا تا شب سر کار بود و پدرم هم که 24-24 بود و بچه ها من تو خونه تنها بودم و من یادم مسئول برادرم بودم و تو جهواره باید تکون میدادم و اینجا حوصلا سر میرفت، نه دوستی داشتم نه رفیقی. و بعد از اورا حدودا ساعتا 4 یادم یک اتاق اون ته باغ بود، خیلی باید تو این درخت ها رد میشدم، میرفتم تخم مرغ ها رو جمع میکردم، تخم مرغ ها رو جمع میکردم. همین جور میرفتم میدیدم یک بچه خوشکل زیبا و هم قد من اون ته باغ وای میسته و نگاه به من میکنه، همین جور وای میستن نگاه میکنه و من میدویدم دنبالش، تو اینجا چه کار میکنی؟ خب ما دیوار به دیوار مسجد بودیم، مسجد قدیمی و متروکه و یه مسجدی که تو روستا خیلی وحشتناک، قدیمی وحشتناک. وای میستاد نگاه به من میکرد و چند روزی گذشت، 7-8 روزی گذشت تا با من صحبت کرد و من بهش گفتم تو کی هستی؟ اینجا چه کار میکنی؟ گفت من خونمون اونور مسجده و دوست رفیقی ندارم، میام با تو بازی کنم. بچه ها بازی کردن من با این جن از اینجا شروع میشه. من فکر میکردم انسانه و به منم همون روزهای اول گفته بود به مادرت چیزی نگی، فقط خودم و خودت، چون اگه مادرت بفهمه من با تو بازی میکنم اتفاقی میفته، من دیگه نمیتونم بیام، یا به مادرم میگه مادرم نمیذاره من بیام. بچه ها در خونه تنها و میمد دم اتاق، در اتاق در میزد، من میرفتم باش بازی میکردم. و یادم من برادر کوچیکی مو همینجوری باد میدادم تو جهواره، میومد من میرفتم بیرون میگو بیا بازی، میگفتم خب برادرم الان گریه میکنه نمیتونم بیام بازی، میگفت بیا بریم اگه گریه کرد. همینجور من بیرون میرفتم یکی دیگه شون میومد گهواره رو باد میداد. بچه ها این داستان خدا شاهد واقعی واقعی. و منو میبرد داخل یک حموم قدیمی داشتیم، جایی بود که لباسامون رو ور میکشیدیم، خونه های قدیمی، یک سرامیک حدودا 1 متر بالا، میرفتی بالا لباسا رو ور میکشیدی میرفتی به همون، ما میرفتیم زیر این با این بازی میکردم و همینجور بازی کردنمون شروع شد و اتفاقات. و من دیگه زندگیمو براش تعریف میکردم و میگفتم بابا میره سر کار، من شبها تو خونه تنهایی، من و مادرم و تنها داریم زندگی میکنیم، تو مادرت خب بگو شبا بیان پیش ما. گفت ما هر شب میایم به شما سر میزنیم، گفت ما هر شب میایم به شما سر میزنیم. ولی من باور نمی کردم. شبها ما کسی ما مادرم غریب بود در یک شهر غریب و کسی شبها پیش ما نمی اومد. من بودم و یک بچه 9 ماهه 8 ماهه با مادرم و شبها مادرم می گفت، من قشنگ یادم منو بیدار می کرد از خواب. یه شب مادرم خوابیده بود همینجور نگاه کرده بود، دیدود یک نفر با چادر دم در اتاق نشسته، همینجور مادر من بلند میشد میشه سر جاش میدید نیست و منو بیدار میکرد، میگفت محمد بلند شد، محمد بلند شد، میترسید و یک جورا هم پیش خودش میگفت نکنه دوباره اینا اومدن سمتم،
از بیمارستان اومدم و هر شب می اومد تا یه شب من دوباره به همون دوستم گفتم شبا یک نفر میاد، اسم دوستم هم یونس بود. الان بهتون تعریف میکنم چی شد، مهم نیست اصلا دانویس اسمش هم اسم مادرش هم بهتون میگم، چون دیگه رفتن. اتفاق بدی افتاد کلن، خدا لعنت کنه اون طرف. اسمش یونس بود، میگفتم یونس یک نفر شبا میاد و مادرمو میترسونه، تو درگاه در میشینه و مادرمو میترسونه. گفت نترس، این مادر منه، میاد بهتون سر میزنه. بچه ها همون لحظه بدنم یخ زد، من بچه بودم بدنم کلن یخ زد. گفتم چجوری میاد، چرا مادرم نمیبینه تش میاد و میره. یه دفعه زدم به اون را، بهش گفتم اسمش چیه. ام ناهی. یه چیزی تو همین مایه ها بود و همون روز قشنگ یادم اومدم بدو بدو به سمت اتاق و خودم گفتم دیگه از تو باش بازی نمی کنم، مشکوکه. همینجور اومدم به سمت اتاق، دیدم گهواره داره تکون میخوره. گهواره که تو اتاق تنها، برادرم هم توش، مادر من خیالش راحت که سر کاره و منم کنار گهواره دارم تلویزیون نگاه میکنم و گهواره رو تکون میدم. اومدم یه نگاه کردم پشت سرم، دیدم رفت. بچه ها داخل خونه ما جلو اتاقمون یه درخت فلفل بود، فلفل سیاه، و قشنگ یادم شبها ساعت 12:01 صدای پریدن از تو این درخت می اومد. از تو درخت می اومدن پایین یا می رفتن تو درخت، صدای غش خنده. اصلا یک جایی بودیم، خب پولمون نمی رسید جامون عوض کنیم، خیلی فقیر بودیم، یک خانواده که زیر صفر. بچه ها از اون روزی اینا اومدن، یک دفعه یه جوری شد پدرم درگیری شد، از کارخونه لاستیک اومد بیرون و اومد مغازه خودشو زد، باتری سازی. و بچه ها زندگی ما یک دفعه از این ور شد به این ور. باور نمی کنید، کسایی که اصلا گوشی نداشتن، اولای بود خطای همراه اول 0913 140 240 300، این خطا اومده بودن با گوشی های کوچیک، یه آنتنم بالا سرشون بود. باور نمی کنید ما ستامون گوشی داشتیم، اینقدر وضعمون خوب شد، یک جورای اینا برامون می آوردن. خیلی رونق گرفت زندگیمون و من هم می رفتم باهاش بازی می کردم و من بدون فکر به می گفت من با تو دوستم، من اینجور. و بعد برام خوراکی می ورد. بچه ها اولا اینو یادم رفت بگم، همون زمانایی که ما اصلا گوشت گیرمون نمی اومد بخوریم، این برای من سیب می آورد، انار می آورد. مثلا آرزوم این بود مثلا گلابی بخورم، آرزوم این بود مثلا هلو بخورم، برام می آورد. زردالو برام می آورد. هر دفعه می اومد برام می آورد و می آورد می گفت بخور، تو بخور بعدش بریم بازی. و بچه هم تو اتفاقات خوب داشت برامون رقم می خورد و زندگیمون خیلی داشت خوب میشد. و برادر دومیم با برادر سومیم، ما سه تا برادریم، بینشون کلا 8 ماه فاصله، برادر سومیم هم اومد و یک جور زندگی داشت خوب میشد. یک خانم خدا لعنتی به زندگی ما تشریف آورد و می اومد پیش مادر من، رفیق مادرم بود. یک روز من همینجور داشتم با این بازی میکردم، مادرم سر کار بود، نفت جابجا میکرد و دیگه نفت رو تموم کرد بود، با پراید مسافرکشی میکرد، مثلا آژانس کار میکرد. این زن اومد، همینجور اومد، دید من تموم صدا یک نفر داره میاد با من بازی میکنه و اومد رو خودش نیورد. یک زنی که شعورش دعا نویس بود، یک دعا نویس بد، ما نمیدونستیم اصلا، فقط میگفت مثلا آقام اینجا سر کاره. خب ما باشون رفت آمد نداشتیم، ولی رفیق مادرم بود، میومد پیش مادرم. بچه هایی اومد به خونه، یک شب پیش مادرم بود، با هم در باتری سازی بود، داشتن صحبت میکنن. یک دفعه من دیوانه برداشتم به مادرم گفتم مامان دیگه نترسی ها، این خانومه میاد پیشمون، اسمش آمنایه.
خیلی زن مهربونیه. این زن خدا لعنتی فهمید و رب به شعورش گفت بچه ها دعا رو آوردن بدون ما بفهمیم داخل خونه و اینا رو بردن. اینا اتفاقی براشون افتاد و رفتن و اون موجودی رو که آوردن داخل خونه خیلی موجود بدی بود بچه ها. من یادمه یک شب مادرم اومد بخونه، خب من مغزم کار نمی کرد، تسخیر شده بودم، همین موجود منو تسخیر کرده بود و منو می زدن. یک شب مادرم اومد بخونه، من یک دفعه چشمام باز شد، یعنی اینجوری بود، اینجوری باز شد، دیدم به درخت چی بسته شدم. مادرم همینجور رو برون واسه گفت کی تو رو بسته؟ و بچه ها همینجور منو می زدن. این بدن من شده بود سیاه و کلن من می رفتم، انگار می رفتم تو خواب و یک جای سیاه، کلن سیاهی، هرچی به این سمت می رفتی نور نبود، به این سمت می رفتی یک کویر صاف بدون سیاهی. می رفتم اونجا و اینا هر کار دلشون خواست به سر من می دادن. یه شب خواب دیدم این مادره اینجا بسته است و پسرش نشسته کنار مادره با یه نخ بود، یه چیز کلوف بسته بودنش به یک، مثلا میگم دو تا زنجیر بود بسته بودنش به این، یه چیز تو تخیل من بود. و مادر گریه میکرد، میگفت ما به شما چه بدی کردیم، چرا این بلاها داره سر ما میاد؟ و اینا تو دست و پاش من عذاب میدادن، خودش اصلا نمی اومد، اصلا چند وقتی یک بار می اومد، وایساده بود بالا سرشون، بالا سر مادره، یه گرز بود یه چیزی بود میزد تو سر مادره. و از همون زمان کلن مادره رو کشتن، مادره رو کشتن، پسرش رو تنها. ولی من هیچ وقت پدرشون رو ندیدم، من فقط مادرشون رو دیدم، خود اون بچه رو. و این بچه کلن از خونه رفت و دیگه کلن خونه تسخیر شد تا یک سید خدا پدر بیامرزی پیدا شد که مادرم اینقدر گشت بهش میگودن سید طباطبایی و الان نمیدونم کجایه، یعنی خدا پدر و مادرش رو بیامرزه. بچه ها اینقدر حال من بد بود، من خوابیده بودم و یک چیزهایی تو کف دستم میگرفت، اینجوری میگرفت، چون اینا کف دست من میدویدن، من قشنگ یادم میگرفت، میکرد تو قوطی کبریت. و گذشت و گذشت، من خوب شدم، حدودا یک ماه دو ماه پیش این سید میرفتم و میومدم، خوب شدم. بعد یک روز از سید پرسیدم سید یونس کجاست؟ بعد فهمیدم یونسم مثل مادرش کشتنش. واقعا بچه ها این داستان اولی بود که تو سن 7 سالگی برامون اتفاق افتاد و داستان ها همینجور بیشترن و اتفاقی که برای مادرم افتاد و من تو کما رفتم، چند وقت تو کما بودم و ضربه ای که به سرم زدن در سن 16 سالگی که واقعا در کوه زدن کلا نابودم کردم، براتون تعریف میکنم. عزیزان اگر از این داستان راضی بودید سوالاتون رو بنویسید، قطعا در ویدیوی بعدی که میخوام ادامه داستان رو تعریف کنم سوالات شما هم جواب میدم. ممنونم از شما عزیزان، این داستان هایی که میخوام براتون تعریف کنم انشالله که همینجور ادامه دارن، کاملا واقعیه. حتی کسایی که تو خونمون اومدن و اینا رو دیدن میاریمشون، حتی شده صداشونم میارم براتون که باور کنید. ممنونم از شما بچه های، کسایی که لایک نکردن لایک کنید، سابسکرایب کنید، دوستتون دارم. یا علی، خدا نگهدار.